سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر. خیلی ممنون از اینکه کانال فارسینت رو انتخاب کردید. در این ویدیو میخوایم روش سفید کردن دست و پا رو در خانه بهتون آموزش بدین، پس ما رو همراهی کنید. اکثر مردم به زیبایی دست و پای خود توجه نمی کنند، زیرا مراقبت های خود را بیشتر بر روی صورتشان متمرکز می کنند. لازم است مراقبت از کل بدن به طور مساوی به منظور جلوگیری از تیره شدن پوست و آسیب رساندن به آن صورت گیرد. پا و دستای تیره به نظر خوب نمی رسند و می توانند باعث خجالت شما شود. خوشبختانه روش های طبیعی زیادی برای روشن کردن پوست دست و پا وجود دارد که در این بخش به آنها می پردازیم. 1. لیمو. کمی شکر رو روی یک تیکه لیمو بپاشید. پوستتان را با آن بمالید و اسکراب کنید تا از خاک و سلول های مرده پوست خلاص شود. پس از 10 دقیقه آن را بشویید. این کار را یک بار در هفته انجام دهید. یکی دیگر از این گزینه ها این است که مقدار مساوی از آب، لیمو و عسل را به طور کامل مخلوط کنید. آن را به دست و پای خود اعمال نمایید. اجازه دهید به مدت 15 دقیقه بماند، سپس با آب شستشو دهید. این کار را دو بار در روز انجام دهید. 2. ماست. ماست را روی مناطق تیره پوست بزنید و چند دقیقه ماساژ دهید. اجازه دهید 10 تا 15 دقیقه بماند، سپس آن را با آب بشویید. از این درمان یک یا دو بار در روز برای بهبود وضعیت پوستتان استفاده کنید. گزینه دیگر این است که مقدار مساوی از ماست و گلاب را مخلوط کنید. سپس یک قاشق چایخوری از گلیسرین سبزیجات را مخلوط کنید. دست ها پایتان را با آن ماساژ دهید تا کاملا جذب شود. اجازه دهید یک شب بماند و آن را با آب سرد در صبح روز بعد بشویید. یک بار در روز قبل از رفتن به رخت خواب انجام دهید. 3. خیار. خیار تازه را روی مناطق پوست تیره خود به مدت 5 دقیقه بمالید. 15 دقیقه صبر کنید تا جذب پوست شود و سپس آن را بشویید. 2 یا 3 بار در روز این کار را تکرار کنید. مقدار مساوی از آب خیار و آب لیمو را مخلوط کنید و آن را روی دست ها و پاهایتان ماساژ دهید و 10 تا 15 دقیقه صبر کنید. بعد با آب سرد بشویید و 2 بار در روز این کار را تکرار کنید. روش دیگر این است که یک خیار کوچک با 2 قاشق غذاخوری از ژل آلوورا را ترکیب کنید. آن را روی دست ها و پاهایتان ماساژ دهید. پس از 10 دقیقه مخلوط را با دستمال کاغذی از پوست خود پاک کنید و سپس پوست خود را بشویید. این کار را 2 بار در روز انجام دهید. 4. آلوورا. عصاره ژل آلوورا را از برگش جدا کرده و آن را روی دست ها و پاهای خود برای 5 دقیقه ماساژ دهید. 30 دقیقه صبر کنید، سپس آن را با آب بشویید. این کار را 2 بار در روز انجام دهید تا رنگ پوستتان را روشن کند. روش دیگر، 2 قاشق غذاخوری ژل آلوورا را و چند قطره روغن بادام مخلوط کنید. این مخلوط را روی ناحیه پوست تیره خود قرار دهید و به آرامی ماساژ دهید تا جذب پوست شما شود. 15 تا 20 دقیقه صبر کنید، سپس پوست خود را بشویید. از این درمان 2 بار در روز استفاده کنید. توجه: پس از استفاده از آلوورا روی پوست به طور مستقیم جلوی نور خورشید نروید. 5. پوست پرتقال. 2 قاشق غذاخوری پودر پوست پرتقال را با ماست یا شیر به اندازه کافی مخلوط کنید تا خمیری شود. این خمیر را روی مناطق تیره پوست قرار دهید. 20 دقیقه صبر کنید و سپس به آرامی خمیر را با انگشتتان پاک کنید. از این روش یک یا دو بار در هفته استفاده کنید. روش دیگر، 2 قاشق غذاخوری پودر پوست پرتقال را با آب کافی مخلوط کنید. همچنین یک قاشق چایخوری پودر زردچوبه و عسل کمی به خمیر اضافه کنید و خوب مخلوط کنید. این خمیر را روی دست ها و پاهای خود قرار دهید و 15 تا 20 دقیقه صبر کنید. بعد به آرامی خمیر را با دست های مرطوب خود پاک کنید و محل را با آب سر شستشو دهید. 2 یا 3 بار در هفته این را تکرار کنید. 6. گوجه فرنگی. به مدت 2 تا 3 دقیقه یک قطعه کوچکی از گوجه فرنگی را مستقیماً بر روی ناحیه آسیب دیده قرار دهید. صبر کنید تا آب خوش شود، سپس پوستتان را با آب بشویید. قبل از حمام رفتن این کار را انجام دهید. روشی جایگزین: مقادیر مساوی آب گوجه فرنگی و آب لیمو را مخلوط کنید و سپس روی پوست خود بمالید.
اجازه دهید 10 تا 15 دقیقه بماند، سپس آن را بشویید. یک یا دو بار در روز تکرارش کنید. 7. زردچوبه. دو قاشق چایخوری پودر زردچوبه را با شیر سرد به اندازه کافی برای تهیه خمیر مخلوط کنید و آن را به ناحیه تیره بدن خود بزنید تا پوست را روشن کند. اجازه دهید 20 دقیقه بماند و بعد آن را با آب ولرم بشویید. این کار را یک یا دو بار در روز برای رسیدن به نتایج عالی انجام دهید. به طور جایگزین دو قاشق چایخوری از پودر زردچوبه و روغن زیتون را با هم مخلوط کنید تا به یک خمیر خوب تبدیل شود و بعد یک لایه نازک از این خمیر را روی دست‌ها و پاهای خود قرار دهید. بعد از 10 دقیقه آن را بشویید. این کار را 3 بار در هفته انجام دهید تا نتایجش را ببینید. یکی دیگر از گزینه‌ها این است که یک قاشق چایخوری پودر زردچوبه، 4 قاشق چایخوری آرد نخودچی و 2 قاشق چایخوری آب لیمو را مخلوط کنید تا یک خمیر به دست آید. در صورت نیاز آب کمی را به خمیر اضافه کنید. این ماسک را در ناحیه پوست تیره قرار دهید و اجازه دهید 20 تا 25 دقیقه بماند تا خشک شود و بعد آن را تمیز کنید. ماسک خوش شده را بتراشید، سپس پوست خود را با آب ولرم شستشو دهید. از این ماسک پوستی یک بار در هفته استفاده کنید. توجه: پس از استفاده از هر گونه درمانی با زردچوبه بر روی پوست، از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید جلوگیری کنید. 8. چوب صندل. آب یک لیمو را به یک قاشق غذاخوری پودر چوب صندل اضافه کنید و کاملا مخلوط کنید. اگر خمیر به دست آمده خیلی سفت باشد، کمی آب به آن اضافه کنید. پس از 15 تا 20 دقیقه این خمیر نرم را در ناحیه پوست تیره خود بمالید و بعد از 15 تا 20 دقیقه با آب سرد بشویید. روزانه این کار را تکرار کنید تا پوستتان دوباره روشن و درخشان شود. روشی جایگزین: یک قاشق غذاخوری از پودر چوب صندل و پودر بادام را با هم مخلوط کنید و با اضافه کردن گلاب، شیر یا آب ساده به آن خمیری را تهیه کنید. آن را به ناحیه پوست تیره شده خود بزنید و اجازه دهید تا به طور کامل خشک شود. سپس آن را با آب ولرم بشویید. از این ماسک روشن کننده پوست 2 یا 3 بار در هفته استفاده کنید. 9. پاپایا. پاپایا را به تیکه هایی تقسیم کنید و آن را در مخلوط کن بریزید. یک قاشق غذاخوری آب لیمو و یک قاشق غذاخوری عسل را به آن اضافه کنید و تمام مواد تشکیل دهنده را تا زمانی که یک خمیر صاف تهیه شود مخلوط کنید. این خمیر را روی دست‌ها و پاهای خود بزنید. اجازه دهید 20 تا 30 دقیقه بماند، سپس آن را بشویید. این کار را 2 تا 3 بار در هفته انجام دهید تا پوست شما به طور طبیعی روشن و شفاف شود. 10. برنج. یک فنجان برنج نپخته را خوب پودر کنید و بعد کمی شیر را به آن اضافه کنید تا یک خمیر تشکیل شود. به صورت اختیاری می توانید کمی پودر زردچوبه به آن خمیر اضافه کنید. خمیر را روی پوست خود بمالید و اجازه دهید تا حدود 30 دقیقه بماند و پوست خود را با آب گرم بشویید. این کار را 2 تا 3 بار در هفته انجام دهید. روشی دیگر: قبل از پختن برنج 1 یا 2 فنجان برنج را با آب بشویید، برنج را فشار دهید و آب را نگه دارید. دست‌ها و پاهای خود را در این آب به مدت 10 دقیقه خیس کنید، سپس با آب شستشو دهید. این روش را 1 بار در روز انجام دهید. نکات مهم دیگر برای سفید کردن و جوانی دست و پا: روزانه پوست خود را تمیز کنید تا از مسدود شدن حفره‌های خالی و خاکی که می‌تواند پوست شما را تیره‌تر کند خلاص شوید. برای کمک به کاهش تیرگی، یک بار در هفته از لایه بردار برای تمیز کردن سلول‌های مرده از پوست استفاده کنید. یک رژیم سالم و متعادل داشته باشید تا بدن و پوست خود را سالم نگه دارید. به اندازه کافی آب بنوشید تا بتوانید پوست خود را به طور کامل هیدراته کنید. قبل از رفتن به رخت خواب، دست‌ها و پاها را به طور مرتب با استفاده از مرطوب کننده نرم و یا با روغن زیتون ماساژ دهید. هنگام رفتن بیرون، دستان و پاهای خود را به طور مناسب برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض آفتاب‌های مضر بپوشانید. همچنین استفاده از کرم ضد آفتاب بر روی پوستتان را نیز فراموش نکنید. پس از سفید کردن، از نور خورشید کاملا اجتناب کنید.
از استفاده از مواد شیمیایی قوی برای دست‌ها و پاهایتان که می‌تواند به پوست شما آسیب برساند خودداری کنید. در مورد مانیکور و پدیکور مراقب باشید، زیرا تجهیزات غیر استریلیزه می‌تواند باعث عفونت‌های قارچی شوند. خیلی ممنون که با فارسینت همراه بودید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفاً ما را سابسکرایب کنید و برای اطلاع از ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب را هم بزنید. لطفاً با نظرها و کامنت هاتون به ما انرژی بدید و ما را حمایت کنید. شب روزتون بخیر.